درود بر شما دوستداران آگاهی امیدوارم در سلامتی باشید چرا دختران و پسران حضرت آدم با هم ازدواج کردند آیا آدم و هوا ناف داشتند اگه الله قادر هست همه چی رو در لحظه خلق کنه پس چرا زمین و آسمان رو در شش روز آفرید؟ این سه ابهامی هستند که در این ویدیو جنجالی مورد بررسی قرار میدم پس لطفا تا آخر ویدیو با من همراه باشید ابهام اول در مورد ازدواج فرزندان حضرت آدم هست که پرسیده بودم مگر در ادیان الهی مخصوصا دین اسلام ازدواج محارم حرام نیست پس چرا دختران و پسران حضرت آدم با هم ازدواج کردند که از مدعیان در پاسو گفته بودند آدم و هوا پسرزا بودند دختری نداشتند الله هم از میان فرشتگان برای آنان زن انتخاب کرده بود اولا چطور ممکنه هوا که خودش زن هست همجنس خودش رو به دنیا نیاره حتی اگه دیویس پسرم زاده باشه باید یه دختر میزاد دومن اگه به حرف این مدعی باشه پس الله در حق جنسیت زن بیعدالتی کرده که از مدعیان باز در پاسخ گفته بودند که از دید الله زن آنقدر والا مقام است که از میان فرشتگان برای پسران حضرت آدم همسر انتخاب کرده پس یعنی الله به زن احترام ویژه گذاشته خب مدعی گرامی مگه الله آدم و هوا را اشرف مخلوقات نخوانده و تمام فرشتگان به آنان سجده نکردند با این حساب آدم و حوا و پسرانش والاتر از فرشتگان بودند در نتیجه زنان انتخاب شده از میان فرشتگان ارزش پایینتری نسبت به پسران آدم داشتند بعدش هم اگه زنان از دید الله ارزش والایی داشتند حداقل یک آیه زیبا در مورد زنان و مادران زحمتکش و فداکار در قرآن می گفت اگه الله آدم و حوا را اشرف مخلوقات و با ارزش خوانده چه ربطی به ما انسانهای امروزی داره؟ ما انسانهای امروزی که از ترکیب پسران سر به هوای آدم و هوا و فرشتگان کم ارزش درست شدیم. پس یعنی ما اشرف مخلوقات و موجودی برتر نیستیم. حالا اگه مدعیان دیگه در این مورد ازدواج فرشتگان با پسران آدم توهم نمی‌زنن. بریم سراغ پرسش اصلی که گفتم اگه ازدواج مهار ممنوع و حرام بوده پس چرا حضرت آدم دخترانش را به عقد پسرانش در آورد؟ ابهام دوم هم در مورد وجود ناف در آدم و هوا هست که پرسیده بودم آیا آدم و هوا دارای ناف بودن یا خیر؟ که تعدادی از مدعیان پاسخ داده بودند بله صد درصد ناف داشتند به همین دلیلی که ما هم همان ناف را به ارث بردیم در دوران جنینی هر انسانی با ناف و بند ناف به جفت و رحم مادر برای تغذیه وصل هست پس هر کسی که ناف داره یعنی از رحمی متولد شده و دارای مادر و پدر هست با این حساب اگه آدم و هوا ناف داشتند که یعنی پدر و مادر هم داشتند در نتیجه داستان خلقت آدم و هوا با آب و لجن بدبو و خاک و گل که در قرآن گفته شده مردود و باطل میشه چون آدم و هوا با توجه به داشتن ناف دارای پدر و مادر بودند از مدعیان دیگه هم گفته بودند خیر اصلا آدم و هوا ناف نداشتند و خودشون اولین انسان ها هستند خب باشه اگه آدم و هوا ناف نداشتند خب یعنی پسران و دختران آنان هم طبق قانون ارث و ژنتیک ناف نداشتند پس باید ما هم که از فرزندان آنان هستیم نباید ناف می داشتیم. چرا ناف داریم یعنی آدم و هوا ناف نداشتند ما انسان های امروزی خودمون بعدا ناف در آوردیم یعنی ناف که محل ارتباط با رحم مادر و مرکز قدرت و انرژی بدن یک انسان است بعدها در گذر زمان به بدن اضافه شد؟ مدعیان گرامی در هر دو صورت ادعاتون با شکست روبرو میشید و همین باعث ایجاد ابهام در داستان آدم و هوا میشه. اینم نتیجه دل سپردن به داستانها و توهمات گذشته است. دوستان عزیز لطفا لایک ویدیو رو بزنید که سریع بریم سراغ سومین ابهام. خب ابهام سوم هم در مورد آیه 117 سوره بقره هست که پیامبر گفته الله خالق آسمان ها و زمین هست و هر چیزی را که بخواهد فقط میگه باش در لحظه و در آن واحد آن چیز خلق می شود منم پرسیده بودم که اگه الله هر چیزی را که بخواهد در لحظه خلق میکنه پس چرا خلقت آسمان ها و زمین شش روز طول کشید چرا آسمان ها و زمین را در لحظه خلق نکرد در آیه 54 سوره اعراف نوشته الله آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید در آیه 3 سوره یونس هم نوشته الله آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید و در آیه 59 سوره فرقان هم نوشته الله آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید از مدعیان گفته بودند که من اشتباه ترجمه کردم شش روز نیست الله آسمان ها و زمین را در شش دوره زمانی آفرید خب مدعی کن ذهن اولا من که ترجمه نکردم در تمام ترجمه های مترجمان برجسته خودتون ایام رو به روز ترجمه کردند. دو و من حالا شش روز یا شش دوره زمانی چه فرقی میکنه؟ پرسش چیزی دیگه ایه. از بس متعصب هستید که اصلا به پرسش توجه نمی کنید من پرسیدم که در آیه 117 سوره بقره وقتی گفته الله قادر همه چیز رو در لحظه خلق کنه چرا در آیات دیگه ای از قرآن الله آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید چرا اینا رو هم در لحظه خلق نکرد آیا این آیات با هم در تناقض نیستن؟ مدعیان گرامی لطفاً پاسخ منطقی خب دوستان عزیز سپاس که تا آخر ویدیو منو همراهی کردید لطفا بعد از لایک ویدیو زنگوله سابسکرایب رو فعال کنید و اگر هم پاسخی برای پرسشا دارید در کامنت ها بگذارید سرخوش و پایدار باشید